دیشب مال دیشبه، دیشب داشتی، دیشب برد، حالا صبحه. حالا تو موندی و صورت حساب دیشب. از گریه کردن که کار درست نمیشه. دیشب صدای خندت تا تهرون میرم. همیشه همینطور. صبح که میشه بخوای نخوای کوله بار شب رو دوشته. من 700 تومن داشتم که اون از زن کمتر از تو بخچم کش رفته. دیگه چیزی ندارم. تا تهرونم باز بری. آره تا تهرونم باز برم. فکر میکنم بتونی با ما حساب بی حساب کنی. شاید اگه با ما خوب تا کنی و هرسمونو کیفور کنی ما هم بتونیم جور کنیم واسه تا تهرونم بریم. اگه گفتی اشرف بلندر رضا دارشکیچی برده و صاحب خونه زندگیش کرده قصه است. از خود اشرف بپرس. رضا برده بود و باهاش کار میکرده. مردا فقط تو فلانت زناشون واسه ما میمونه و جای گازوشکون خودشون. تو دنیا زنای مثل ما زیادن. فقط مواظب دوزاریات باش عاقبت به خیر میشی. وگرنه زود میمیری. یعنی وقتی مشتری نداشته باشی باس میمیری. آخه تو این کار آدم زود پول داره، زود خاطرخواه میشه، زود سر زبونا میفته. آخ زودم جوون مرگ میشه. یه چی نگرد رو صفا کنی؟ پولاتو جمع کن، یه ماشین بخر، اون وقت هر وقت خواستی صفا کنی بزن رو ترمز. اینقدر آدم بیزو. سلامات بفرستیم با هم، میخواد بارون بگیره تا جاده خیس نشده باز برسیم تهرون. جا نداری؟ من جا دارم ها. فقط باید صبر کنی هوا تاریک بشه که ننم چشاش نبینه. آخه کورمال کورمال میکنه. تو چه ته زن؟ چرا اینقدر تو فکری؟ به چی چی فکر میکنی؟ تو الان 6 ساعت از تو فکری لاجردان. تعجبیه. ببین چی چی میگم دختر خاله. این 20 تومنی که پیش ما داری نمیخوای بستونی؟ عجیبه. ما از اون پیر پاتالا بهتریم که اول دندون آریاشون در میارن. تو گوهر شناس نیستی زن. تو رو چه به درد من؟ باز که رد کردی این جفتم بزنم شلوارت هم باز دردی. کارت ها بکن. سلام مهد آقا. جفتمونم زیر گرفت. قالش گذاشتم و زدم به چاک. پولاشم آوردم. عشقش هم رسیده.
شما که نگفته بودین نه. اینم پول هست. من چه قصد تو بدم میا. حال ما معلومه. قرطی مسلک ها رو دوست نداری. تو یه کاری واسه ما کردی. اما ما بازم از تو بعدمون میا. اگه کسی واسه ما خبر بیاره که جایی با ما آشنایی دادی یا هر جورش که بخوای اسمتو با ما لعیم کنیم سر کارت با دشنه هست. بسم چاک. بیچاره هفتصد تومن تو برداشت زد به چاک. هفتصدشو تو باش بهش بدیم اینا بشته ها. من چه با حوصله داری؟ شوهر کرده بابا، شوهر کرده بابا. مینا گردن میخوره فکر پاشی میذاری جای پای اشرف بلنده. خلاصه لقمه بود که تو واسش گرفتی. من آقا دشنه اما واسه چراغونی میکنه. دو تا اتاق واسه گرفته. دو در توه ببینم بالا خونت یا حیاته. ماما این چندانی بود بالش کجاش؟ ببینم شیرباها چقدر بازی. منو کش به شیرباهاش. شیرباهاشو بگیرم. ای بی گوره پدر همه تون. خونتون بیمه روسر همه تون خراب میشه. بدبخت هایی کپک زده. مرده واس خاطر من هاردوت میکشن اینجا. نگاه نگاه چه سوتا کور شدی. دو تا جیگوله جیب خالی و موس موسه هم خاک بر سرتون. سرم کلا گذاشتن به جهنم. که چی؟ من همینم. من دشنم میخواد داد بزنه نمیخواد پس ببره. من همینم. ایوه هم نست. من همینم. تو برو تو. سلام مهج آقا. بفرمایی چایی. سرد نشیم. طرف تو اتاقه. در به داخونه ها. کتک خورده ها. رونده از خونه ها. مونده تو کوچه ها. بی کسا کارا.
چه قصه باز واسه شما ها گفت؟ به خر گفته بودی تا حالا سر چراغ قرمز خودش ترمز میکرد. به ما گفتن یکی از شما ها در رفته بوده با یه شوفه. واسه دفعه آخر میگم دوتا گوش دارین دوتا هم قرض کنین. کس بی خبر از محله بیرون نمیره، خواست بره ما باز بدونی یا اینکه حسین رضا هم پاشون باشن. تنها برن سر کارشون با دشنه است. این دفعه هر کی بوده شانس آورده. اسم ما نگفتم. اینو بکنین تو گوشاتون. مردی که تو اینجور خونه ها میاد فقط واسه یه چیز میاد. ما پخته کردی. اما شیر فهم نشد. گوشاتون رو وا کنین. کس تنها هموم، سلمونی، سینما یا خرید نمیرن. خواست بره رضا یا حسین باش میرن. دلتون دل کارت بخوره. ما نگفتیم جلوشو تیغه بگیریم. رفیق شخصی داریم با که ما نیست. اما بیرون کسی رفیقشو ببینه سرکارش با دشنه است. مونه زیاده. آدم، سقه، شکولات کشی، عکس آرتیسا. اما واسه هر مونه خواستین گورتونو گم کنین و تنهای لشتونو از محله بیرون ببرین رضا یا حسین باز بدونم. ما هم یتیمای همین محلی. ما هم کسایی مثل شما ها پس انداختن رو خشت خاک این محل. هر زنی تو محله از جای مادر ماست. هر مردی هم از در بیاد تو ما حساب میکنی پدرمونه. خلاصه تقاص پسته بدبختیمون شما هایی. بی بچه یتیم های محل جایی نمیرین. برین سر کارتون با دشنه است. مامان اشرفی باش بی کارت دارم. بگی این پول های بنفشه است. 300 سهم تو، 300 هم سهم من، 100 هم مال یارو که برددش شما. حواست جمع اون باشه. پس فردا نکی به ما نگفتی ها. تکون بخوری بردنش. تو واسه خودت سنگ به سینه میزنی. واسه یه امواتت ساگ مصابه بیانصاف. شنفتم امشب سفره داریم. آره مینه واسه عبدالله خان. حواسه جمع عبدالله خان باشه. نگرش دار نزار پر بخوره. اون دستش خوب تو کیسش میره. عباس پرو هم شنفتی؟ عباس چه خانم میگن؟ جفتش درستی؟ واسه این به هم میگن عباس پرو؟ من چطور رو کم میکنم؟ اما چرا به هم میگن عباس چاخان؟ نمیدونم چاخان تو ذات ما نی؟ اونایی که به هم میگن عباس چاخان واسه هم هفت داره بردن. چاخانی دیگه؟ مگه به منیژه نگفتی واسه اش یه گوشواره طلا میخری؟ آره. مگه به پوری نگفتی تو درکی یه باغ داری که یه سرش درک است یه سرش شاب دلزیمه؟ آره. مگه به من نگفتی یه خونه داری لب جاده که آب دریا تا زیر تخت خوابش میگه؟ آره. مگه نگفتی منو با خودت از جاده ترکیه میبری آلمان؟ آره. مگه نگفتی یه روز منو میبری بازار طلا فروش و یه دستبند واسم میخری؟ خودت گفتی دیگه. من گفتم. ها فهمیدم. واسه تو هم میخرم، واسه تو هم میخرم، واسه خودم هم میخرم، اصلا واسه همه میخرم. آره. وقت میام باقم میبرم ات. من اصلا میدونیم من دست بخریدم خیلی خوبه. اینقدر ریخت و پاچ نکن. آه. اول بدهی تو به ما بده، بعد اگه چیزی تهش موند فضل و بخشش بفرمایی. آره. اما من هیچ یادم نمیاد که به تو بده کار باشم. عدلکی لابوت اینا مال تو نیست. هیچ چی هست؟ هیچی. دو متر نیمش واسه خالت یه چادر میشه. عکس چکت دیگه پر رو. چه چک من؟ آره چکش که چک منه. درسته امضاش هم درسته. خب چی شده؟ هیچی. چک خودت هست یا نه؟ آره چک منه. مبلغش هم که درسته. خط خوردگی هم نره که بخواد تصدیق امضاش کنم. خب پس چی شده؟ فقط بانک اخ نکرد. عجب خریه. واسه چه اومده سراغ من؟ برو یخه بانک رو بگی. او پول نره به من چه؟ الان خودم پولت میکنم. ما تو زهر خونه داری؟ تو باید 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 تو
نفر به یه نفر. بابا دست خورد. ناسلامتی ما تو رو سفره دعوت کردیم. اومده بودیم اینجا یه تبنده کنیم. این عوضی ها خوردم به پست ما. مگه خونه بچه یتیم میخواستی بری؟ را بیافریم بچه ها منتظرتن. یالا عباس جخان دستبند منو کی میخریم؟ میخرم من دست بخریدم خیلی خوبه. میخرم بسن نکنه اونم مثل قضیه باغ درکه و گوشواره پوریه. نکنه میری تو پول آبجوهای من حساب کن من دستبند رو بسن میخرم. خدا من چه خورت دارم بره من 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 میفرستم دکتر جعفری. بریم دکتر تو تو باید با این حرف زن رو بیاییم با رفت بلا خواهیم بچه من با اومدم. عباس چیه؟ اومده با سب کن به جام یخ کرد به بس زیر لحاب. عباس بیا دیگه اومدم. آره کج بشی. آره عباس آره شفی عباس که میگفتم اینه باس ما کار میکنم. باش اومدی. آره عباس منم راننده معروف منم. یک کتاز میدون ببینم شما قضیه منو داشای رحیم کنچه رو بابا واسه مامان گفتی. بچه ها میدونم واسه مامان اشرفی بگو. آره همه تون گوش تو با ما باشه. میدونی اونا سه تو بودن و ماما من یکی. ما اومدیم و با هم دیگه ناپریزی کردیم. همیشه ما میریم سر پل جوادیه یعنی سر پل تجریش. آره اونجا به بستنی میخوریم و بعد یه های یکی تو یکی زیاد گفت او داشت گندهه که تو میشتستی یعنی تو من گفتم تو گندهه با. آره و بعد اومدیم که به بستنی بخوریم اینو ناکسته بی 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 حرمت پشت به ما پاشو هوا کرد و زر خلاصه خواهی تو میدونی چه کار کرد. آره خلاصه یکی مو بگو این یکی ما بگو بیریز عبدالله خانده بیریز بعد خلاصه یکی مو بگو یکی ما بگو یک کف کرد که من زنم به اون یعنی اون زد به من. آره و بعد من سکندری خوردم تو بینو از شانس بعد پاسبونه سر رسید خلاصه هر شیش هفت هشت نفری بوده بابا بار کلانتری. آره کلانتری. اما من وسط را جیجی نمیشم واسه ماما بگو من میدونم. یا شاسین همگی مرد مثل تصویه مقصود شوهه میمونه هرچی دست به دست میگرده جون اکبر بهتر میشه. بعد این داشتهای ناکس هر قدیم و ندیم با ما دشمن بودن سراها آتیشون. ببین عباس جون تو به درد بنفشه من. آره آره بابا من به دردش میخورم. آره این طرف تو اتاق خودشه. تو اتاقشه واس چه؟ برم اونجا. آره چرا اونجا ببینم ماله ماله آجوری آجوریه. آره ماما ما به درد هم اینجا میخوریم ماله نه نه یه پا مال خرم علی کدر کرده دیشب چی زدته خدا بدر. بس 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 تو جمع میکنم میرم تو اونه برم قربون دسته بیدش من. آره بیا انگورم به ما بده انگور بده ایپه انگور میخوام اوپه نمیده نه نمیده انگور قربون دسته خیلی هم همی شما خیلی خواه تو مر 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 مر
آیون همه تون بخونم از سلامتی مینا اش داغه داغه داغ دارم نوبره باها رو بردم داغه آه لنیو نه 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 گیر تویی بگی بخوا من وقتی آواز میخونم زبونم نمیگیره اما همینجوری پاری وقتای گیر میکنه سلامتی اسم چیه؟ عباس از فایده نره اما تو غیر خوبه تو نمیری پرملاته سلامتی سلامتی فدا بزا عباس آقا کمک لازم داری فلفل با گوشت مردا اگه صلات زهر به من بگن روزه ها دیگه باور نمی کنم اینجا چرا؟ واسه چی باور نمی کنی؟ تو نمیری؟ من از رو خیلی بدم میاد این تن ملاته مینا اینجا سر خوردی؟ آخ چه جورم دیگه دلم داره میترکه ماسوس استوات مواد زیاد داره. بگو چه مرگتش شاید یه فکری واسط بکنم. تقصیر اینه. این؟ آره. همه بختی من از وقتی شروع شد که چشم به این عکس افتاد. اولش تو اتاق اشرف بلنده بود. منظره با صفاییم. جون میره واسه بخوره این. من اینه. آره. وقتی این عکس رو دیدم دلم هوای دو تا اتاق کرد و یه مرد که مال خودم باشه. چیزی که تو شرط زیاده اتاقه آره اما چیزی که کمه مرده آب چه آبی وقتی لای سرده ها میده بابا الماسا که تو زمرد کار گشته باشه بوی درخت های حقاقیش آدم رو خل میکنن بول بولا با سسکاش که میخونن با وام همه قریب خوربا یاد کس و کارهای خودشون میافتن نه گفتنیه خلاصه حسرت یه مثال هواش تو این خیابونای گازوئیلی بس دل آدم ازاد نمیمونه بس خوبه پتو بچه شهر نیست دشمن از بچه شهره حالا تو باقی درکتون کیا هست؟ یه باقونه پیر بقیه همین اصلا میخوام باقا بفروشمش و دو توتاق وسط بگیرم نه برفوشم نخوشم حتما دو توتاق خودم بگیرم شفت بگیرم الان بچه دیگه شک نکن تو دروغ تو ذات ما نیم آه
آخه که چی میشه شون یه جرجر میکنی با این مشکون قراج پراجر؟ اکه این هوای لاکر دارن که دستوردار نیست مرتب داری شر شر میباره. اوه بخواب تو قضیه من رو داشت هایی زنی کنسه رو میدونی؟ نمیدونی؟ همه دونم میدونم من سه تا بودم اونا یکی من یکی بودم اونا سه تا زدم بازی منی بنافته هست؟ آره بنافته اسم خواهیتم ببین تا اومدم به جمعه بازو این هوا گردم دیگه شما هم از اونه تو بگیم اینه که بوشه ماشالله تاغ چی؟ تاغ یکی از دوتا اتاقا دلم میخواد رو تاغیش یه ماهی گونده نقاشی شده باشه ماهی؟ خیلی دوست دارم رو تاغ و اتاق خوابم یه ماهی باشه تارا چند تا تاغ دیدی که روش ماهی باشه؟ هیچ خیلی خب خودم رو تاقشم یه ماهی بسد نمی جوشم به به چه بارون چه هوای چه شفای هش کرد به به چه آهنگی واقعا هش کرد بنازم به اون پنجه آخه یادت بخیر اشرف بلنده عباسو ندیدی ماما باز شروعش دختره چارش نمیشه اونایی که آدم حسابی بودن وسط چیکار کردن که این بکنه واه مگه اون چشه بهش بگو اون کی عبدالله خان سروره همتونه شوفر ما الانم تو کوه کمر داره میگازه دوستان بهش میگن عباس آقا پررو جاشم تو گاراژ خودم پایین سرای سیروسه پسر خوبیه فقط یه روده راست تو شکمش نیست نه از داره آتیش با آتیش دروغ بگه بهش میگن عباس آقا چخا فقط اسم خودش راست میگه اونم تازه باز از ثبت احوال پرسید راست میگه یا دروغ بهش میگن عباس چاخان من با زنا حرفه میزنم آی مرتضا مرتضا ببین چی میخواد به نظرم با عباس چاخان کار داره کی میخواد چپ و راست عباس آقای ما رو بدونه ها؟ شما میدونین اون کجاست عقب کامیون خوابیده واه نه نه چرا سب کن بابا چاخان کردم چی کارش داریم من بنفشم خیلی کار واجبیش دارم پس بنفشه شما این خوش وقت عباس از شما خیلی واسم گفته بفرمایید تو بالاخونه تو واسه تون بگم اون کجاست بفرمایید اما دو داشت های ناکس رحیم خونچه چهار تا بودن و من یکی با چه بزن بزنی جنس را عدستشون در بردم خدا میدونه کتل و کمر روندم و جنس را بردم تایخه اما تازه خیتی تای خط بود جنس لا رفته بود و رو دست خورده تو زندون ماما واسه دید آره همیشه همینطوره تو این کار لامصب آدم تا میخواد راستوریست بشه یه جای کشتیش سوراخه سوراخی که شطور با بارش توش رد میشه این حواس سوراخ 9 سال من و قلم زنجیل با هم جنس بردیم
آبادان اهواز، اهواز تهران، بوشهر شیراز، خط خط ما بود. اما آخرش چی؟ من عبد گرفتم، علوم نامردم با سهم من داره یکی واسه من، یکی واسه خودم بازی میکنه. اون الانه آب تو دلش تکون نمیخوره، آخه میدونه تو عبدی شدی. آره، اما ما تو این کار خط و قانون داریم. مینا خب، معلومه دیگه تو این کار که کیت نمیتونه به شریکش نارا بزنه. میدونی داشتم اگه اسم آدم دو دنبالش خیتی باشه و جنس بی جنس، قرار بی قرار، خط بی خط. این دیگه تکلیف اون داشت بی غیرت همه. اون باز بره دنبال قلوم زنجیل و حق منو بیگیره. همه لحچک سرش بسته و خونه نشین شده. بد مروت، اقلا ملاقاتی ما هم نمیاد. ببینم حقه چقدر بوده؟ 50,000 تومان. نصف من نصف اون. اما ناکس من اون لو داد و جنسه رو از بیراه برد تا خط و حق رو گرفت. تو جنوب جوره دیگه میگن. ببخشینا احمد آقا، اون ورا میگن شما خواستین لو بدیمین، اونا میندونه تو اچه. آره تو جنوب حرف حرف اونه، اما غلطی فرمایش کردن. قضیه همونه که من گفتم. عباس، عباس حاج ابرام، ملاقاتی داریم. باشو معذر نکن. باشو دیدی حالا؟ دیدی تو چاقا میکنی؟ چطوره چیزی نخواستی؟ تو من دو تا اتاق خواستی که رو تاق اتاقا بش عکس یه ماهی باشه. ما هم چه گفتیم نوکرته. داخل دروغ گفتی دیگه. میخوای به سند بدیم که ما نوکرتیم؟ میخوای استشهاد محلی درست بکنیم؟ شادی سرکارم زیرش امضا کنه. من سرکار وقت داره تموم میشه. چاقا نکن سرکار. خلاص شم خونه دارت میکنم. دو تا اتاق واسط میگیرم. تو بمیری اینو راست میگم. خب بعد من معلومه دیگه، آب تو به سرت میریزم و عقدت میکنم. بگو مرگ مادرم. مرگ ما آخه من که ما مادر ندارم. من خلاصت میکنم مارون. تو میدونم چقدر بده کاری، اما الهی اگه بازم بهم دروغ گفته باشی یا جفت چشات کور شی. الهی الهی بری زیر یکی از اون کامیون گنده ها و ولوش. الهی الهی اگه دروغ بگی. الهی چی؟ اگه دروغ بگی تو رو خدا اینقدر بهم دروغ نگو. تو بمیری دروغ تو ذات ما نی. خب حالا که خلاصم میکنی؟ همین فردا. وقت تموم شد. تو هم وقت گیره باری سر کن. وقت تموم شد. ببین بنفشه، منو تو چش انتظاری نکاری بری حاجی حاجی مکه با حمید. آره بریم چاخان نکنی. واسی چروک شدی این زنه بنفشه. نه بی خیالش. تو نمیشنسش. تفلی خاطرخواهی ما شد. اومده بود ملاقاتی، گفت میخواد بدهی ما رو بده با خلاصمو کنه. همین فردا چقدر زبونم گیر میکنه. با اوتوت کرده، چرا چروک شدی؟ نمیدونم یارو خیلی حالوه. تو نمیری آدم دلش میچوزه و واسهش چخان کنه چخان کنه. میزنی؟ چرا؟ اونم رنگت میکنه. خودتو فوری سنبته بکش. بر نمیداره. خلصه ای خلاص شدی، نشونی داشتم و بهت میدم برو سراغش. بهش بگو بره سراغ قلوم زنجیل و 25,000 تومان حق ما رو ازش بگیره. بگو نذاره بگن داشای احمد بیدق بیغیرتن. بهش بگو نصف من نصف اون. بهش بگو از پف نم زدن نون کسی چرب نمیشه.
کم و زیاد کارم بهت میگم. بهش بگو اسم نشونی ها رو، واسطه ها رو، دوز و کلک کار. ذات داداشای رحیم خونچه خلصه میکنم. وقتی این اسم رو بدونی ها، مثل اینه که شیشه عمر قلوم دستت باشه، لای پنبه میذارتت که نشکنی. مهد آقا. چطور؟ مهد آقا داره میادش، بنفشه رو میگم، داره میادش اینجا. از صبح دنبالش بودم، رفت زندون ملاقاتی یارو، حالا هم داره میاد اینجا. عمر خلوت کنی چرا؟ بحثمون درد نه، از در پشت بون برو. محمد آقا، محمد آقا، محمد آقا. کیه؟ منم، بنفشی. کارت دارم. واسه چی اومده اینجا؟ سلام. سلام. چی میخوای؟ پول لازم دارم. پول؟ آره. واسه چی؟ واه واه، بابتش انگوش میزنم. صدقه که نمیخوام. نگفتم بابت چی، پرسیدم واسه چی. مگه من رفیق شخصیتم که ازم بازخواست میکنی؟ خب پولتو پس میدم. نمیدیم به درک، تخمشو ملخ نخوردی. اینقدر کسا هستن جونم. میگه بشین و تمرک. چه قصه میخوای؟ 2500 تومن. نه نه، 2700 تومن. خیلی خوب بهت میدم، اما باز انگوش بزنی. هر وقت هم که پولمو خواستم باز پس بدی. این حکم کاره، فهمیدی یا نه؟ چی شد؟ خب میدم. بیا انگوش بزن. باز که سریم به خالم بزنم، یه خودم کار دارم. تو برو، من شب میام سراغت. باز میخوای قالم بذاری؟ میخوای بری و دیگه بر نگردی؟ بازم داری واسه من چاخان میکنی؟ به مرگ مادرم اگه چاخان تو ذات ما باشه. تو که گفتی من مادر ندارم، حالا چطور شد مادردار شدی؟ نه، به مرگ مادرم، به مرگ خودم چاخان نمیکنم. اگه چاخان بکنم خدا منو بکنم زیر ماشین. تو که مادرت مرده بود. ببین، تو رو خدا به من دروغ نگو. اگه بخوای نیای من کاریت ندارم، برو پی کارت، فقط به هم دروغ نگو. من حتما میام، همچی که تاریکی افتاد تو شهر میام سراغ. بگو تو بمیری. تو بمیری میام، همین بغلا نگه آقا، عجب خریه، میام دیگه. آخه اگه نیای چی، من که نمیتونم تو کوچه خیابونا دنبال تو سگ رو بزنم. این بمیره میام. خیلی خب، یواش. از خیال خدافظ. برو آقا. جلو تو بپا.
آخه نمیشه خودم ندارم خودم محکم بده عباس اومد بلند شو بلند شو از این اتاق برو بیرون اگه بیاد تو رو پلو من ببینه قیامت باشه باز باز که این در عینه بده دروازه بازه ناش ناش گوشه دلم سلام علیکم باز که این برا پیدا شده جیگونم که کردی؟ خاله ترس چشات قد آلو زرد شده بود باز که تو دنبال این کارایی خاله آخرش کار دست خودت میدی یا چرا ول نمی کنی اینا رو؟ کیا را؟ چه میدونم؟ همین آشغال پاشغالایی که گفتی این آدم های ناجور و ناباب رو میگم اینا رو میگی؟ فهمیدم حالا بعدا واسات میگم خاله خستگی دارم میمیرم الهی خالت بده خاله یه خود ماچاز بده ماچاز دیگه چی؟ ماچاز دیگه ماشتمال الهی دورت بگردم خاله بگو مشتمال دیگه مجبوری قلوم به سرم به بلغور کنی خاله یه خودم سرم رو بچو بچو تو هر وقت پول گرفتی همینو گفتی خاله تو نمیری پست میدم اگه خوشقول باشی وقتی پول میگیری صاف میای پسم میدی دفعه بعدم منم با رضا و رغبت بهت میدم بیشترم بهت میدم آره تو راست میگی خاله بیا این به 20 تومنی که دفعه آخر ازت گرفتم میخوام خوش حساب باشم آره خاله آره این دنیای شلوغ و پلوغ گازوئیلیا به یه فوت باد بنده تو که نمیدونی دنیا چه خر تو خریه تو نمیری من روزنامه رو زیاد میخونم آره خاله این فرنگی ها یه چیزی درست کردن که ولش میکنن گیج میره رو هوا بعد هم از اون پایین یه کارایی میکنن یعنی یه چیزی میکنن توش هر جا عشقشون بکشه میشینه بعد هم دخل همه رو میاره خیلی هم بگو گنده هست آره شاید یکیش هم واسط خریدم حتما هم میخرم چرا نخرم تو خالمی واس بخرم آره ببینم بچنده دیرم شد خاله جون دیرم شد خب خاله ما که حالا خوش حساب شدیم میشه که یه 50 تومانی به ما قرض بدی حالا دیدی خاله من که خوش حسابم قربون تو خاله برم باز خرم کرد دورتون بیا اینم یه 50 تومنی نوکرتم گوش کن خاله این قلام بذارم اینجا دیگه راش نده فهمیدی؟ این مردی که سر پیری به مواش روغن میزنه اونم روغن که هرچه هرچه باستم آقا یعنی برای اومده کارت داره از داشت پیغم آورده اش بگو بیاد بالا یا الله سلام علیک سلام علیک بفرما زنده بودی؟ آره این مادر زنم با ما مثل خربوزه با عسل میمونه تو هر جا ما دوتا باشیم کار اونجا تمومه 2 ماه پیشم زیر پای زنم نشست و اونم رفت میریش و گذاشت اجرا مارم گرفتن و انداختن اون تو خب داشتم چطوره؟ خیته وسط پیغم داد که بری آبادان و حقش و غلام زنجیری بگیری گفت تو دل و جیگرش رو تو داری نه ندارم یه مرد این حرف رو نمیزنه تو بچه دارم زن دارم یه وقتی سرم واسه این چیزا درد میکرد اما حالا خبر به ام برسه یکی از این طول استگاه سرما خورده تا شارگم تیر میکشه اون 6 سالم اون توه بیرون خبر نداره پا تو نمیری آبادان 25,000 تومن حق داشت تو بگیری نه 25 میلیونم باشه نمیرم من نه غلام زنجیر رو میشناسم نه دیدمش کاریم به این کارا ندارم برو به داشگو خودت عبد کردی بسه دست از سر ما وردار
باز یه نفس راحت بکشین. من بهش بگم داداش بی داداش. آره همینو بهش بگو. باش باش. آره همینو بهش میگم. مثل این که میخواد برف بیاد، مواظب باش بچه ها سرما نخورن. برو برکشتا. بله اینجا جا بفرمین. دو تا کوفته بردار بیار اینجا با یه چطفل هم بالخان کشمش بیار. من بجام ماما باز برم روی در کم کنم، اگه نرم اون وقت میگن جیگرشون نداشت بیان. اینایی که میگی کیان؟ میشه ما هم بدونیم؟ ماما مکتب فوزوری برو کلاتو بردار. شوخی هم باش نمیشه کرد. اتاقی که خواسته بودی داره جور میشه. دو تا اتاق ناب تموم شهر رو زدم زیر پا و دو تا اتاق گیره بردم. مثل ما عروس تموم اتاقا. ببینم چطه؟ گریه میکنی؟ من هیچ وقت نمیدونم تو کی راست میگی کی دروغ. نه خدا بیامرزم هم ندونه. از وقت مردنش دستمو گرفت و گفت عباس بگو هروای خاک آقام هر پنجشنبه به پنجشنبه میای سر غربم و بابا واسه هم فاتحه میخونی. منم گفتم خیلی خوب ننه هر بای خاک آقام هر پنجشنبه به پنجشنبه میام و بابا واسه هم فاتحه میخونم. بعد یهو ننم همینطوری نگاه کرد و گفت خوابه خوابه چاقا نکن.
بعد اون خدا بیامرز چونه انداخت. تو نمیری؟ دو سه ماه یه خط در میون هر پنجشنبه به پنجشنبه رفتم سر قبرش و با واسهش خدا بیامرزی تله بگم. اصلا نمیدونم چی من باست اینقدر راست بگم. وقتی یادم میاد تو خونه ما همه به هم دیگه دروغ میگفتن، خیلی هم خوش میزگش. تو نمیری والا من مرگ مادرم. بی خوش کلا اینقدر حق نکن. دلم میخواد یه پیرهن واسه خودت بدوزی که دور آستینشو دور یقش مغزی توری داشته باشه. اینه هم مال ننم، اینه هم مال خانوم ها. خسته خوبه؟ صبح من میرم جنوب، یه پولیه که باز بگیرم. اگه تو پنج روز برنگشتم عباس چخان بی 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 عباس چخان، اما اگه برگشتم دو تو اتاق و سخت مایدار رو من بقیه قضایی ها رو واسه جور میکنم. عباس بمیره راست میگم. گفتم به هر شوفری اسم غلام زنجیره بگم منو صاف میبره پلوش. خودت میگی چی جوابش میدی؟ ما واسهش نون داره، تو نمیری جون تو. من همه رو میشناسم، اسما رو میدونم. خلیل خان سال شوله دودای کوسته واسطه و بقیه قضایی رو من جنیقا رو قریبی واس چی؟ من شما به قریبه ها جنس نمیدین.
آخه غریبه ها بعضی وقتا تو اون نمیدن. غریبه غریبه هم نیستم، من طرف احمد بیرق اومدم. خورت و ملاجش. من بچه ها رو چند تایشون رو میشناسم. خلیل و دای کوسته با سال شبلت و واسطه با خود قلام زنجی رو ببینم کی رمز شناسایی قلام زنجی رو میدونه. کجا؟ جواب بعدم میفهمی. فعلا رفیق خلیل و دای کوسه و سال شبلت و غلام زنجیر رو نباس من به معطل بذارم. بله سرایر کرد. ببین بهش بگو داشت احمد بیرق اومده. ببین یارو عدامم در آر تو نمیری خیلی بهت میاد. جایی دوست دشمنم نشونش بده. هنگ خودته کارم داشتی من لبه رودخونم. یارو چش بود؟ آمپرش کم و زیاد میکن. نمیشنستی؟ قاچاقی هم دید نزن. بچه هستان آبادم نوه مشرز یخ فروش. میگم که شما قضیه منو داشای ناچس رنگ خونه رو نشنفتین؟ نه ولک چطان رو نه والک همه میدونه والک. اونا چهار تا پنج تا بودن و من یکی دم چهارای دودول حسن آباد بود. ناشی هستی پسر جون. بعد من تا تو یه چشم به هم زدم پونصد تا وسط بگیرم.
خودتو پاره کن ببینی من. داشت کوچکه احمد بیدقم تو حق داشتم و بهش بده کاریم با باز خاطر تو داشتم حبسی میکشه حقش با باز برسن هیچ به تو نمیاد داشت احمد باشی اون جیگرشو نداشت تنهایی دست به آب بره اول بگم من زبونم بچگی پاری وقتا گیر میکنه یه وقت خیال نکنی باز خاطر تو و باورت بشه ازت ترسیدم اومدم حقشو بگیرم که اومدی حقشو بگیری و بگیر بگیرم تا داشت خوابیدی شب درازم بگیم چطوره ما بچه ترونی داشتی برو مردی آهنو بنداز بگیم دیگه خون تو اگه بریزه ناحقه تو عمرم حق کسی رو ناحق نکردم حق دعاشت هم میدم اما از اون نامردتر تو روزگار نیدم ما با اسممون زندگی میکنیم یادت باشه هر جا رفتی بگی این طرف ما اینقدر مردی داریم که سهم نامردارم میدیم اینم ببر زندون بده دعاشت باش خیار پوست بکنه آخه مال خوشه جا گشته بود تو پشت ما اینم 25,000 تومن سهم و نامرد عمل کنه گل بول بول چار چره کجایی با چند روز پیدا دی؟ سلام اما سقا این چه ریختیه؟ مال خورشتشه بی خود کرده اون بی من با اون یارو غلام رضا خوش داره حالا نمیشه یه سری میری خونه مامان اشرفی به بنفشه میگه عباس آقا برگشته دو تا اتاقم واسه گرفته خلاصش واسهش قسم مستم زیاد بخور تا باور کنه بگو فلونی گفت اسباباتو جمع کن تا چشم بذاره خدمت میرسن قربون تو شاگرد ایز و معرفته عباس این یارو بنفشه پاک ذلیلت شده تو نمیری ما واسه سنگ تموم گذاشتیم حواست به این محمد دشنه باشه واسهت خط نشون کشیده ناکه بلش با بلش خب چه خبر؟ آره آبادان بودم یه گیری داشتم رفته بودم اونجا یه گیری رو با کنم بفرما سر شده اون وقت جات خالی یه شب ناپرزی کردیم و رفت عرخوری خب تو کافه یه دفعه دیدم تو میز بغل چهار تا هیکل میزون زل زدم به میز ما تو هم چه خواهید میدونی ما سرمون درد میکنه واسه دعوا تو نمیری به جون تو اون نفرشون هیکلا بوجوردی بل نسبت تو این گاب زبون داشتن این هوا چه بزن بزنی رو دست روبن هود این فرفره میچرخیدم و مینداختم خلاصه جات خاله این بنفشه خانم
سلام علیک. سلام. پیغوم آوردم واسه تون از عباس آقا. از عباس؟ آره. یا بیه بشه بگو، داشتم دیخ میکردم. بگو ببینم. آره، اولندش که به کی به کی قسم هر چی میگم راست راست. بگو ده. آره، دومندش که راستی راستی شما خیلی خوش دلینا. حرفتو بزن. آره، گفت اساستو جمع کن و منتظر باش. اگرم باور نمیکنی از رضا دلال بپرس. خلاصه به کی به کی قسم دو تا اتاق واسه گرفته. چشون دست تو، چش داریده، من راست چطه؟ کجاست؟ آه، واسه من بخت چه میکنی، خبر کجا؟ به تو ایش مربوط نی؟ از که تا حالا؟ چه خواست من باز چشم و رو هم بسرم و کارایی که ندیده به کیا؟ واسه چی میزنی بیر شرم؟ واسه این که تو برکت رو از تو کار میبری، تو دائم سرت تو کار قطاق شدنه. من اینجا بمون نیستم، منم میرم همونجور که اشرف بلنده رفت. اشرف بلنده هیچ جا نرفت، از توی این خونه رفت زیر چراغی شد بات بار. چرا میزنی آخه؟ واسه ای که بدکاری صف نداری زلیل چلایی مشکن اون دسته تو موندنی هستی، گیر من رفتی تا آخر عمر دشنه به دست پشت سرم. داره میادش اینجا مهد اقا. یالا پاشین، الان مهد اقا دشنه پرپرش میکنه. دست زن بزن کی داره خالمو بفرستم سراغش. لابد با مردات طرف نمیشه. چرا میشه؟ تو مردش باش. وای اوجا خطو پر شد. میکشه معلومه که پاسبانه برسن. میکشم ات. اگه که باشی دیگه کلف نیازده براش برا باشا نامر کیو میزنی؟ بیش کن بیش کن بیش کن بیش کن بیش کن سالفا افتادی بلش کن مردم کشتنش بلش کن که دست سوخته بلش کن جبه مردم رو کشتی بلش کن چی میخوای از شونش که دست سوخته بلش کن همینا خاک تو سرم کنی بلش کن اگه مردم تک جلو یک کاری زبونت واسه زنگ نه من فلک میگیزه نه من فلک
چه خبره؟ این پولا به ما نمی چسمه. ما دنده سخت یه غاز عوض میکنیم. پاشو بره. اینجا دیگه پای نستیم. تو برو عباس، برو پای کار زندگی. ما هستیم تا تو خالشی. برو با. با پول من از سنتون در اومده. با پول من دارن نفس میکشن. مدقا پولاره. اکش ناستا تو. مدقا پولاره نگاه. اکش تان لاش. ها تو اتو کفش اونا درار مهد داشنه. فهمیدی؟ بریم بچه ها. بسریم برن. زندگی همین یک گروب نیست. صوب هم داره. بری سراغ رسد درنار ببینین کجا خونه گرفتن. خدا زلیلش کنه بیشرف. نگاه چی کارت کرده؟ کیس و کارش سیاه پوشش بشن ایشالله. نمیدونی چه خونه نقلی بابا واسه پیدا کرده. جون میده بابا واسه جوجه کشی. تو غرق خونی، چجوری میتونی بخندی؟ من که بهت گفتم هرچی کتک بخورم پروتر میشم. تازه اینجا من زخمی شده. نگاه کجات؟ اینجا تو آبادان شو. وای خاک تو سر. آره تیر کرده داشای رنگ کنچه بودن. قضیهش مفصله. واسهت میگم آره بریم خونه. خونه؟ شب که آدم خونه نو نمیره، ساعت نداره. آره منم تازه داره دردم میگیره. میبرمت یه چک هوای راست و سکه بخوری. خوبه؟ بچستمه قفه خوبه؟ این ماشین خودمه، تازه کمپانی کشتمش بیرون. نگاه چه دلی بهش آویزون کردم، اینو دل خودم خونیه. قربون خودتو دلت برم الهی، خوش اشرف بلنده ما رو میدید. تازه خاطر خواهیت بعده. بسو یه خونه زندگی واسه درست کنم که حسرت دل همه بشه. تختیارم دوختم، شیشتام رو بالشتی دوختم، پیرن آسین بلند یقه بستم، با مغزی توری دوت تا دوختم. خلاصه هر کاری گفته بودی کردم. اما نمیدونم چرا دلم شور میزنه. اشرف بلنده میگفت آدم هرچی به ترسه سرش میاد. سب کن تا اتاقا رو ببینی. از تو کوچه معلومه؟ او چه معلومه، انقدر خوبه. دیدی عقدت هم کردم، واسه ننم هم این همه کار نکرده بودم. تو نمیری، دروغ تو ذات ما نی. باز حرفامو باور کنی، مردم واسه هم حرف داره بردن که چه خواهی. آره بالا مردم واسه حرف داره. اگه دستم به این مردم برسه. بی خود خونه تو کثیف نکنه عباس جون. نمیدونم این همه چه خانکون تو دنیا هست، مردم از جون من چه میخوان؟ مردم رو ولشون کن، تو رو خدا خونه بگو. خونه؟ آخ چه خونه ای، انقدر خوبه انگار حرمسرا میمونه. رضا دلال میگفت لنگه این دو تا اتاق مثل ما تو تموم قاره ایرون پیدا نمیشه. اینجا درشه،
اینم را روشه، بلند و باریک و تو تاریک. تو این را رو سر تا سر آینه کاری بوده، میگن 400 تا آینه کار خبره شب و روز روش کار میکردن، نمادل دوزا اومدن و آینه ها رو کش رفتن. حالا خونه رو نگاه، مثل ماه میمونه، هموم تهرون رو به گردی لنگش پیدا نمیشه. حتی بدونی چقدر گرون تموم شد واسم این دوتا اتاق مثل ما؟ همه یه گچبریاش از این سر تا اون سر کار اوز رجب گچبر بوده، میگن جدش به زهاک ماردوش میرسیده، یه دونه خش تو پیاش مصرف نشده، همش حاج و قزاقیه. گازه خوبه، از اونجا میره رو بهارخوابش. چه بهارخوابی، جون میده واسه پچه بند زدن. حالا یه موچم بده. شش ماه دنبال این دوتا اتاق گشتم، تازه همسایه هم نداریم، فقط صابخونمون اینجاست که اونم رفته شاپلزیم شم روشن کنه. میدونم که باورت نمیشه من خون زندگی دارت کنم، اما به خدا قسم دروغ تو ذات مانی، دو تا ماهی هم خودم برات کشیدم. چه چرا مبهوت شدی؟ خوشحالم که مبهوت شدی. تازه اتاقاشو ندیدی، انقدر خوبه؟ مگه نه؟ بیا اینم چیلی داشت، بگی برو تو اتاقا قدم رو برو، هر کاری دلت میخواد بکن، ماره خودمونه مگه نه؟ قشنگه نه؟ خوشت که میاد؟ دیگه خون زندگی دار شدی، تازه فردا باز بریم کلی جنس بخریم که اتاقا رو پر کنیم، ماخه مهمون پیمون میاد بده. حالا تو دیگه حسرت اشرف بلنده رو نباس بخوری، اون هر چی بخوای واسط فراهمه. فردا شب شروع میکنیم به جوجه کشی، اتاقا رو پر جوجه میکنیم، غذا خوبه. هر چی هم کم و کسری داشتی واسه خونه کارت نماشه، به خودم بگو. اشرف بلنده رو صبح به همون شبی که رفت خلاصش کردم، دارم خلاصت میکنم. بکشش میشرف و بکشش. همسایه ها پشت درن، من حالم خوبه، تو نگرانه من
مواظب باش دوباره بهت زخم نزنه. طاقت بیار. بالاخره یکی به داد ما میرسه. اما وقتی که تو از زندون بیای بیرون دیگه چیزی ازت نمیمونه. دکه باز رو ببین میبینی ما صبح به صبح 500 تا دنبل میگیرم. بابت من خیالاتت راحت باشه، من عیب بکن نیستم دختر. تازه از این تاریخ به جون این طفلی که تو شکمت داری از امرو تصمیم گرفتم دو دروغ رو ببوسم بذارم کنار. اصلا از دونش هم دروغ دوزدهات مونه. ساعت 6 صبح وقت تمومه. خب این شب جمعه هم تموم شد. گوش کن پسر، اگه تو هم زبونت مثل من میگیره با خودت راست ریس کنم ببینونا. از وقتی که این بچه به دنیا میاد دیگه دروغ نگیا. دکه مگه میشه؟ من پشت دستم رو سوزوندم که دیگه دروغ نگم. اگه مو کف دست من دیدی از ما دروغ شنافتی. خب گفتی بالاخره چند وقت دیگه میای بیرون؟ والا 5 سال و 6 ماه دیگه میام بیرون. تازه بخششم شاملش میشه. کارایی کردم که رئیس زندون ازم راضیه. چش رو هم بذاری اومدم این ور میله ها. نازتا شما تا تازه ای. آره اینم تازه. اینم تازه. خوش وقتم. بینم شما قدیم منو داشای رحیم خونچه رو شناختی؟ نه. با همه زندون میدونم اونا 7 بودن و من یکی. کلا این هوا